سوال گفته مطابق شکل زیر دو ذره باردار نقطه Q1 و Q2 در دو رأس A و B از مثلث قائم الزاویه‌ای ثابت شدند و بار Q2 با نیروی به بزرگی 9 ضرب در 10 به توان منفی 5 نیوتن بار Q1 را می‌رباید. اندازه برایند میدان الکتریکی حاصل از این دو بار در رأس قائم مثلث چند نیوتن بر کلون است؟ بچه‌ها اول من فاصله ها رو به دست بیارم. 2 سانتی متر باشه، ضلع مقابل به زاویه 30 درجه، نصف وتره و اینجا میشه رادیکال 3 سانتی متر. اول برم از طریق F، یعنی نیرویی که دوتا بار Q1 و Q2 به هم وارد میکردن، من اندازه بار Q1 رو به دست بیارم. 9 ضرب در 10 به توان منفی 5، این 9 ضرب در 10 به توان 9، از اینجا Q1 رو میخوام، Q2 شما هم 1 نانوکولون، یعنی 10 به توان منفی 2، فاصلش 2 به توان 2 4، ضرب در 10 به توان منفی 4 که بشه مترش. قبوله؟ بچه ها از اینجا این 9 با این 9 بره، 10 به توان منفی 9 با 10 به توان 9 بره، اندازه Q1 شما میشود 4 ضرب در 10 به توان منفی 9 کولون، یعنی 4 نانوکولون. نوع بارش هم برام مهم نیست، چون بالاخره این دوتا بر هم چه اینجوری عمود بشن چه اینجوری عمود بشن، میدونم الان E1 و E2 بر هم دیگه چی هن؟ عمودن. برم به دست بیارم K Q1 به روی R به توان 2، K Q2 R به توان 2. قبوله؟ این میشود، بذارید با یه رنگ دیگه بنویسم، 9 ضرب در 10 به توان 9، 9 ضرب در 10 به توان 9. Q1 شما چقدر شد؟ 4 نانوکولون، یعنی 4 ضرب در 10 به توان منفی 9. Q2 شما هم 10 به توان منفی 9، اما فاصله Q1 تا این رادیکال 3 بود، میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. از اینجا فاصله Q2 هم 1 سانتی متر میشه 10 به توان منفی 4. از اینجا برای شما بخوام جون و دلم بگه، این میشه منفی 9 با 9، 9 با منفی 9، این به 3 1، این به 3 3، میشود 12 ضرب در 10 به توان 4، این میشه 9 ضرب در 10 به توان 4. بچه ها برای اینکه دوتا عمودن به دست بیارم برایندو، باید چیکار کنم؟ فیثاغورسشو بزنم. اصلا به اون 10 به توان 4 هم کار ندارم. 12 به توان 2 به علاوه 9 به توان 2 میشه رادیکال 225، یعنی 15. قبوله؟ یه 10 به توان 4 هم داشت، خودم اضافه میکنم، پس میشه گزینه چند؟ گزینه 3.